نسبت نسبتا خوب و رو به عالی هم انتخاب کنه. حالا من میخوام یه مثال براتون بزنم. یه کشور دموکراسی بگیریم جدای از حالا مسائل دینی که اونا لایسیته بینشونه، این حکومت های دموکراتیک ببینیم یه رئیس جمهور بی قید و بنده بدون خیلی از مسائل اخلاقی یا رئیس جمهور میشه، با این وجود حکومتشون طوریه که مملکت میگرده. حالا تو مملکت ما بهترین آدم ها میدونیم با تقاطعین ها هستن، هم رایی که رئیس جمهور شدن الان آقای احمدی نژاد خیلی دیگه میان در رأس حکومت قرار میگیرن، آقای خامنه‌ای رهبره، معتقدیم که ملتقی هستن یا حداقل تقاطعشون از یه سطحی بالاتره، ولی این همه مشکل وجود داره. خب چرا؟ چرا یک نفر لاابالی میتونه یه مملکت رو نسبتا خوب، یعنی سیستمش رو به اون نفر برمیگرده، به سیستم حکومتی برمیگرده، سیستم استبیلیتی داره. اگه خوب گذاشتی در رأسش چه بهتر، دموکراسی هم ایدئال جواب میده. اگه فرد خوبه در اومد، فرد بده در اومد، ملت بیچاره و بدبخت نمیشن. حالا تو مملکت ما ببینید فرد خوبه در اومد، متوسط روی بالا، وای به روزی که بده در اومد بشه مکانیزم تو سر خودمون. اگه یه روزی یه فرد بد چه به این مکانیزم بیاد، مسئله پایداری خیلی مسئله مهمه. شما ماشاءالله مهندس هستید، همین میدونید که یه سیستم طراحی میکنید چطوری بعد این باید کار بکنه. بله من باید کار کنم دیگه، حتما دیگه کار میکنم. اما در عمل چی میشه؟ شما به این مسئله پایداری، به این مسئله اینه که اگه یه روز اون نفر بده خدای نکرده، حالا بعد از همه این ماجرا آقا مدرسه خبرگان نمیشه آدمای بد بیاد، بالاخره امکانش هست. اگه روزی اون آدم خیلی بده، نه یکم بده، اومد چی؟ آیا این سیستم پایداری خودش حفظ میکنه؟ در مورد این مباحث خوشحال میشم. منم خیلی تشکر میکنم چون ایشون فقط بحثای علمی مطرح کرده، برای سلامتی ایشون یه صلوات بفرستید. سلام. یعنی ختم به خیر شد کارم، دستتونم درد نکنه. اونطور من یکی دو تا مورد رو شاید نرسم چون اینجا فرمودن زود بخواد ببندن اینا، یکی دو مورد رو باز اگه خواستید من فرمایشات شما رو توضیح میدم. فرمودید که در عالم غرب ممکنه آدم حواستون به من هست، شما حواستون به من هست گوش میدید؟ گوش بخواهش میکنم. ببینید چون بحث علمی مطرح کردید، من باید اشاره بکنم بعدم از فرمشای شما بعدش هم میتونم استفاده بکنم. فرمودید که بهترین آدم ها هستن در کشور ما، تو سیستم ما بده. حرفشون 100% درسته، لذا جواب نمیده. منطور شما سال بکنم چند چشم همین سال بکنم چشم اما در عرض بکنم با از محضره من از شما سال بکنم یه دونه برای اینکه نکته روشن بشه. یکی از دوستان دانشجو در یه جایی دیگه من سخنرانی داشتم، اومد پشت تریبون و من بابا شما 27 سال میگید حکومت دینی، حکومت دینی جواب ندادی، فقر و فساد تمیز به قول رهبرتون همینجا رو گرفته. ببینید دنبال لیبرال دموکرات داشت میرم، گفتم وایسته من یه سوال دارم، گفتم دانشجو هستی تو من، گفتم شما به همه دانشجو بیرون داشت کنم، گفتم به نظر شما رئیس دانشگاه شما که مدیر دانشگاه است مدیریت خونده؟ ممکنه خونده باشه، ممکنه نخونده باشه، منطقه مدیریت اسلامی خونده؟ نه. گفتم فیزیک میخونی؟ فیزیک اسلامی میخونی؟ نه. گفتم رابطه تو با استاد، رابطه استاد با تو بر اساس اسلام تنظیم شده؟ نه. گفتم رابطه دختر و پسر کجای این دانشگاه اسلام است؟ از شما سوال میکنم یه دونه با عرض معذرت، یه دونه سیستم بیارید، سیستم بوروکراتیکی که ما داریم که بر اساس اسلام تنظیم شده باشه. این سیستم مارناتی است؟ جواب دید همون سیستم، سیستم مدرن. من باز هستم، من چون نمیرسم با عرض معذرت، پس سیستم خرابه و ما باید سیستم رو عوض کنیم. من فرمان شما رو 100% قبول دارم، اونطور ریشه خرابش رو ببینیم. ما نظام آموزشی کشور ما تمام علومش رو سکولار رفت دین نداره، سیستم آموزشی سکولار، سیستم فلانه، سیستم حالا اگه من مواردی میگم اینجا باز خیلی. اما فرمودید دموکراسی افراد نسبتا خوب، چون شما خیلی اهل مطالعه هستید، من بازم تشکر میکنم نکات جالب مطرح کردید، سعی بکنید این مفاهیم کشدار مطرح نکنید، تو مباحث دقیق باشید. نسبتا خوب منم به من به من نسبتا خوبه، بله جامعه ای که مثلا فرض کن مثلا با شما گوش رای میده نسبتا خوبه، تو قبول نداری من قبول دارم. اگه مفهوم نشه کمیش بکنید، به قول امروزی شما که اهل مطالعه هستید مفاهیم کیفی استفاده نکنید، مفاهیم کمی ولی نسبتا خوب یعنی چی هستن. اما این نکته که فرمودید که حکومت فقط حکومت دموکراسی است که مشکل ساز ممکن از خوش پوش در بیاد، در نظام اسلامی در طول تاریخ حکومت بنی امیه، بنی العباس، این همه شیری که اسلام نیامد، همه شیری که امام روز امام معصوم زدن کنار. من میگم تئوری که توی اسلام مطرحه، نه اونی که در عمل ممکنه. در عمل آقا آدمی که مدل نیست، علی که اسمش مدل میگه، من اون که کار ندارم.
یه جمله همینجا میگم خیلی مهمه. همین ادعایی که شما در مورد تئوری خودتون می‌کنی، هر کسی دیگه هم در مورد تئوری شما دموکراسی میگه، مگه اینی که اومده توضیح سیاسی که اصل دموکراسی رو رفته رعایت کرد، مگه رفته مطالعه کرد؟ خب نکرد، اشکال نداره. من اصلا وجود ندارم. خب جواب شما اینه، من نیومدم پراگماتیستی، من نیومدم پراگماتیستی بحث کنم، به قول شما رفتم پیشینی بحث کردم. سر بشین، نه اشتباه نیست، الان میرسم، میرسم به اونجا، میرسم به اونجا. پس هر کس میتونه بگه بعدو بگه آقا همین فرق شما، آقا من میگم من نظرم اینه این بهتره، شما بگید نظرتون اون بهتره. من رو بعدم گفتم اصلا بشر این حق خودش رو از کجا به دست آورده است؟ درسته؟ خب من میگم این باید دموکراسی در اما اگه معلوم آقا بیاد در مقام عمل جواب بده، درست نیست این حرف. هم به لحاظ علمی علوم تجربی درست نیست، هم به لحاظ فلسفی درست نیست. چرا؟ چرا؟ در یک لحاظ درست عرض میکنم، شاید نظر شما هم باشه، اما به لحاظ علمی درست نیست. اصلا من شما توجه میدم حتما این کتاب های دکتر گلشنی رو ببینید. از اینشتین سوال میکنم، شما نظریه نسبیتی که مطرح کردید معروفه، یک از فیزیکدانان میاد پیشش میگه وقتی که پیشش بودن با یه تلگرافی رسید تأثیر نور خورشید بعد انحراف نور ستارگان رو اثبات کرد. بعد آقای اون طرفی که خانم بود اتفاقا اون فیزیکدان بعد دید تاریخ علم رو اومد پیش اینشتین گفت هر شما دیدید به تجربه هم اثبات شد. اینشتین گفت به تجربه اثبات بشه نشه، من تئوری درست، یعنی من پراگماتیستی حرف نمیزنم، میخواد بشه میخواد نشه. جالب اینه طرف میگه که ما اگر تجربه رو نخون چی؟ یه جمله داره من جالبه بدونید، خیلی جالبه. ایشون میگه که اگه تجربه رو نخون من دیگه برای خدا باید گریه کنم، چون خدا یه دونه عالمی ساخت که با تئوری من سازگاری، باید برای خدا برای خدا گریه کنم، برای خدا رو کاری ندارم. حالا از این نکتهش در علوم تجربه از چیزا فرار کنه. نکته دوم عرض می‌کنم، اینکه فرمودی من از شما سوال می‌کنم، به نظر شما در مقام عمل آدمی که دزده دزدی میکنه در مقام عمل خودش پیش میاد یا نه؟ درسته؟ مشکلش کجاست؟ تئوری دزدی رو میگم در مقام عمل کار اتفاقا سرمایه‌دار میشه. مقام جمع خانه‌ها برای کج منزل نمیرسه. نه خانه‌ها اینا شه استدلال شما کار شد استدلال، من میگم میرسه. اون شاهد میخواد بود خیلی دزدایی تو عالم داریم زندگیشون رو ببینید، اونایی که تریلیاردرن تو دنیا اصلا قاعده کنید آیا دزدی اگه تأمین پیدا همه دزدی چی گفته باید؟ آه پس شما رفتید باز پیشینی بحث میکنید، فرماش خوبیه، باز رفتید حرف کانتو مطرح میکنید که اگر یه تئوری بخواد درست باشه این حرف پیشینی نیست، این حرف پیشینی نیست، شما قبول ندارید فقط پیشینی. من میگم نه پیشینی رو قبول دارم ولی پسینی رو هم در نظر دارید. میدونم پسینی رو بچه سنبا فقط نگیم تئوری پردازی نکنیم، بیاید در مقام اول مشکلات اندلیش هم رفع کنیم. نه من میخوام یه بحث اول بیاید عقبتر، نگیم اگر یه چیزی در تئوری و مخصوصا عمل جواب داد پس دقیقا درست میشه، این برای منطقی نمیدونش. من میگم بله، فقط اگه تئوری حرف میزنی فایده نداره، باید مشکلات عملی خودمون رو هم به مرگ تجربه هم بذاریم. کجا؟ راهکارهای عملی را اینو دین دست ما رو منطقه طول فراغ داریم در دین که اینو منطقه اسم خود رو در راهکار عملی رو بیاریم. اگه خب دینم تبلیغ کنیم اجرا بکنیم، بیاریم کدوم شیوه رو انتخاب کنیم که کار آمدتر بشه. اما اگه با بیاریم تفکیک قوا بزرگترین کشف بشریت هست، من یک ذره فقط کشف سیاسی میگم، بله هم در حوزه سیاست، من فقط یه توجه به شما میدم که اولا این بحث رو باید بیشتر بعدا تحمل کنید. البته این گوشتر و گوشتر بازی نمیخوره من نفذیم. اصلا در پیغمبر صلوات الله علیه از نبی صلوات الله علیه این دوره که حاکم بودن تفکیک قوا نبود، همه قوا دست یک شخص بود. این که بهترین شیوه تفکیک قوا هست در عالم سیاست نمیشه تمرین همون پایداریش میگم. بالاخره اسلام تئوری که مطرح میکنه میخواد تئوری درست رو مطرح کنه، پیغمبر معصوم است. این باید یه چیز بگیم، بیاییم عقب تر بگیم بعد از معصوم چی؟ لذا تئوری اونها رو کشف اونها رو عام بیاییم مقدارت خواستر بررسی کنیم تو بعد از معصوم چی؟ آیا این تئوری بهتر است؟ ظاهرا شاید بهتر باشه. منتها اگه رأسی بشه بشه که جمع کنه اگه اختلاف کردم، ولی ممکن کارآمدتر باشه. بعد از معصوم داریم بررسی می‌کنیم؟ بله. پس تو معصوم این حرف کارآمد نیست، قبولش نداری؟ بعد از معصوم یعنی ما باشیم و ما
ما چیکار